سالوادور آلنده نخستین رئیس جمهوری مارکسیست شیلی در اولین نشست کابینه خود در سال 1970 گفت از همینجا تا گورستان خواهم رفت. من اهل تبعید نیستم. نتیجه آخرین بررسی‌های بقایای جسد سالوادور آلنده در پزشکی قانونی نشان می‌دهد که وی در جریان کودتای روز 11 سپتامبر سال 1973 با قرار دادن اسلحه کلاشینکوف زیر چانه و شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است. روز سه‌شنبه ایزابل آلنده دختر رئیس جمهوری سرنگون شده شیلی در سانتیاگو گفت پدرم به دلیل شرایط دشواری که در آن قرار داشت تصمیم به خودکشی گرفت، پیش از آن که نیروهای پینوشه در جریان کودتای خود او را تحقیر کنند. نزدیک دو ماه پیش با نبش قبر سالوادور آلنده، بقایای جسد وی برای روشن شدن علت مرگ او در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت. پیشتر گفته میشد او در جریان حمله نیروهای ژنرال پینوشه به کاخ ریاست جمهوری به دست آنها کشته شده است. آگوستو پینوشه معروف به دیکتاتور شیلی تا سال 1990 در این کشور حکومت کرد و در دوران او 3000 تن از منتقدان وی کشته و ده ها هزار تن نیز شکنجه یا تبعید شدند.